ارحموا من فی الارض ارحمکم من فی السماء. رحم بکنه برای کسانی که در روی زمین هستن، انسان هستن و قابل رحم هستن، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی به شما رحم بکنه و مهربانی کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم بر تمام بیننده های برنامه های ما. دوست عزیز، باز هم شما را امروز در برنامه کمک های خدمات اجتماعی گوهرنما خوش آمدید میگیم. طبق معمول امروز دوست ها هم باز هم یک فامیل را ماشناسایی کردیم و آمدیم پیششان و کمک برادر تنها را که تخلص تنها میکرده کمکشان رساندیم بر از اینا، و در پهلویش ما خواستیم که مشکلات از اینا را با شما دوستایی که منتظر هستین که با چنین فامیل ها کمک بکنین، مشکلاتشون را میخواییم با شما ازان یک جا شریک بکنم. فامیل هست قبل از گفتار خودشان میخواییم یک معلومات مختصر که ما پیدا کردیم براتون بتون، بعدا از زبان خودشان میخواییم براتون شریک کنم. دارای 5 طفل یک مادر هست و در زندگیشان یک اتاق دارن و تمام امور زندگیشان در اینمی اتاق هست که انشاءالله شما در تصویر اینو میبینین. و در پلوی از اینا تقریبا 3 طفل هست که کاملا رو به آموزش هستن، وقت تحصیلشان هست. سرپرست فامیل فوت کرده دیگه، 3-4-5 تا طفل به بزاحت و به سرپرست و تنها و عمر از اینا زاهی شده رئیس. امروز طوره که ما میبینیم 1-9-4 طفل امی فیلحال آماده آموزش هستن. اگر آل وقت از اینا زاهی تر شوه یا زاهی شوه بسیار بد است. خب کسایی که دوستایی که خواهان کمک هستن با این فامیل یا میخوان کمک بکنن، انشاءالله من سوالای خودم مطرح میکنم. خدا کنه که جواب هایی که شما میخواین ازشان بگیریم. میریم به طرف خواهر بزرگوار. خواهر عزیزم، میتونه مشکل خدا با ما بگوین؟ چه رقم است؟ چه رقم شوهرتان فوت کرده؟ چه رقم تو مشکلات دارین؟ هر یک 5 سال پیش صبح که از این خانه که میبرم و نه خبر داشتم نه چیزی، همی تکنیم در مکتب و در خانه که اونجا که اول با ما یکی به 11 بجه روز بود که اول آمده در بیرون جمع جوش بود، بیربارک بود. من خیالم که از ایور خیلی هایم کدم که چیز مریض است یا بچه ایورم جنگ کردن چی کردن، نه این فهمیدم که چی است. خبر نداشتم که یا سرپوس میکردم در بین خود که یکیشو میگفت نگوین، یکی میگفت بگوین. یکی به 11 بجه روز که صبح از پیش موسعی جور نه به درد به همه چیز رفته شهید شد. پس شهی دیدم کوچه بود تا به ما آوال آمد و رفتیم دیدیم. صبر خدا به خدا که این چیز که از جانب خدای پاک باشه و حال کسی که از این ما این 5 سال خود تیر کرده رفتیم، خدا بر روزی که آورده تیر میکنه. این 5 اولادکانیم هسته که این 3 تاش خود
به این ضرورت داره که باید مدرسه خدا بخونه اول به اول که از دین خدای پاک با خبر بعد از او وزیه می مکتب چیزای خدا برسانن بخیر. من از خدای خدا یک امید آرزو دارم تمیا بخیر بس سرپرست خود برسن به یک چیزی. آمین. از ما هم هر کس زیادتر کسا پرسند میکنن که یار در یک کار بار برشان بکنه یکی یک چیز میگن از خدای پاک میخوایم دیگه چیز نه اونمو خیاطی اونمو چیز است که صحیح پرم یاد ندارم خواهم قدر پیدا میکنم که از صبح تا شام میشینم شانه در دستم دست در دستم رگای اعصاب ما یک دفعه میگیره بیخی دیگه زیاد نارام میباشم خب بازم به از خاطر اولادای خودم وار کشه تعمل میکنم اینو میخیاطی راست تک خیاطی میکنم از یه همسایه از همسایه میایه دمو روز خدا پیر میکنیم دیگه. در چی حادثه شوارتان پاک در چی شد؟ چی دیگه بود؟ شهید شد دیگه در چی بود که شهیدی شد آمد در کار کده بود باز گفتن موتر تیلر هست مجب چی هست که تو اون موتر را زده بودنش تیر شده بود در رای شهید شده بود والله جنت الفردوس نصیبش کنه با جمله رفته ها و باقی مندار الله صبر جمیل عطا کنه و شما را هم الله ببخشه خیر باشه این زندگی هست و دخامه ما غیر از این دیگه چی مشکلات داره از این خانه از خودتان است یا چه رقم است یا کرامتین یا نه خانه کس از ایوارم است خب اتاق دیگه است که از ایوارم است این هم یک اتاق است از ما خوراک و پوشاک همه چیز ما کمی چیزی که است کمی است خدا روز آورده دیر میکنیم بخیر باشه دیگه چی خاص دارین از برادرایی که اگر حاضر شون کمک بکنن با شما چی خاص داری از اون مسلمان هایی که اول سلام به همه گیشان بعد از اون باز ما از خدا میخواییم از همه میخواییم کمی یک کمکی چی شد مالی و همه چیز کمی اولادکان در جای برسن مکتب خدا بخوانن مدرسه خدا بخوانن یک چیز به اجتماع شون بعد و همه چیز نمولا باید میخواستم از از ما از یک خیاطی چی میایه مردم ها مرد هست در خانه از زندگی خدا پیش بردن هم میتونم ما این همی پنج سال هست که همی کرده زمی اولاد ها اینو میاد تیر میکنیم تا آماده کار نیست که بگه که یک کار است که یک کدام کارگر داریم بر ما میاره این همو از امی هست که بس خلاص دیگه تا از امی میخواییم که میتونن خدا برشان کتشان کمک کنن کت ما کمک کنن امی به اولاده کنیم برسه در مکتب خود در مدرسه خود امی اقتصاد ما ضعیف است در یک چیز شو که ما برسن بخواد بیا الله رحمان است انشالله که برادرها و خواهرهایی که میبینن و مشنوان آوازتان هم میبینن اتان دیگه الله رضا الله هست برای زمان معلوم میباشه که ببینن میفهمن خودشان امشالله که یک مادر چی میتونه که پدر نباشه خدا هیچ خانه را به پدر نکنه اولاد که کلان میشه سرپرستش همه چیز کش به دوش پدر میباشه سعیست که مادر است خب آورده گرش پدر میباشه خدا میتونه خب اما پدر است میاره آدم نمیفهمن وقت به اون کس معلوم میشه که یک مرد آوردگر نداشته باشه که برش بیاره زندگی رو پیش ببره او زیاد سخت است زیاد مشکل است با ما مشکل است که امینان شب میخوریم برای صبح ایران میمانم که اولادکای ما چی بتا
بر سوک میخرن، بر چاششن. وقتی که مکتب میرن مثل دیگه اطفال که مکتب میرن که پیسه در پیششن یا نان صحیح میخرن یا غذای صحیحشن میرسه میخرن میرن. وقتی که من یارو میبینم برشان پس دلاسه یارو میتم که باش که یا نفهمن که پدرشان نیستن چه رقم مشکل است. خب بازم بر یک مادر میکشه دردن که درد داره. از برادرها و خواهرهای عزیز شنیده باشند یا باید درک بکنند شرایط فعلی افغانستان به یک فامیلی که 5-6 تا طفل نوجوان و خرد داشته باشند بسیار سخت است. واقعا که من خودم دیجه هستم میبینم حالات تمام روز در گشت و گذار هستیم، با مشکلات مردم سر کار داریم. خدا کنه که ما بتانیم یعنی یک نقطه از صد نقطه دردهای شما را ما را الله هدایت بکنه، توفیق بده که ما از صدها نقطه مشکلات شما یک نقطه شه حل کرده بتانیم، گرچه ما نمیتانیم حل کرده. ای الله هست و ایمان خاص در قلب ها که حل میکنه. خب ما میخوایم از حسیب جان، حسیب هست نامکت انشاءالله، از حسیب جان سوال کنم. حسیب جان چی آرزو دارید در زندگی شوی؟ انجینیر. ولی فعلا صنف چند هستی؟ صنف 5. در پولی مکتب دوم درس میخوانی؟ نه. چی میخوانی؟ مدرسه. آفرین. یعنی در مدرسه چی را میخوانی فعلا؟ حفظ هستم. در حفظ هستی؟ چند سپار حفظ کردی؟ یک سپار. ماشاءالله. اگر امتحان بگیریم یک چند باید خوانده میتونی؟ خب خیر باشه، ولی داخل باز ازت خواهد پرسن کرد. اگر ما بالاخره ما بتانیم تو را کمک بکنیم در پولی قرآن شریف و مدرسه کی بسیار یک بخش است درس است که باید ما شما بخوانیم بفهمیم، علاقمند هستی کورس و ریاضی و فیزیک و کامپیوتر چیزا بخوانیم؟ یعنی میخوایی اگر کس کمکت بکنه میخوایی که اینا رو هم دوام بدی؟ اقتصاد باشه میخوانم. بخیر باشه، پناه به الله. خور گلم صنف چند هستی شما؟ صنف 5. نام خدا. خود چی آرزو داری؟ من در پولی یک میخوام یک معلم شوم، میخوام حافظ قرآن شوم. ماشاءالله. آل فعلا هم حفظ میکنی؟ نه خیلی. اگر احیانا اگر کمک شوه کس که تان همدستی کنه آیا حفظ هم میکنی؟ خود در پولی هستی فعلا صنف 7 هستی، میخوای یک معلم شوی. واقعا رشته بسیار خوب رو انتخاب کردی. معلم یعنی تربیت دهنده نسل جوان. با امید از اینکه روز شب شما بتانید به آرزوهایتان برسین. خود چی آرزو داری گل بدر؟ آرزو دارم معلم شوی. بیا الله رحمان است. کدام سوره را یاد داری؟ الحمد که از یاد نام صلی اللہ مبارک اللہ مربن را کت قلی را کت قلی را آیت را کت سبان کت نام کت نانا کن را. خب یعنی که نماز میخوانی مگه فامل؟ ماشاءالله. ماشاءالله زیاده. خب خداوند شما را کمک بکنه. ما دوست عزیز طوری که دیدین نوجوانان نام خدا با نبودن پدرشان هم بازم خیلی استعداد خاص و خیلی مادر زحمت کش دارن که اینا رو واقعا سرشان زحمت میکشه. فقط ما چیزی که من میبینم میخوایم امور کپتان شریک بکنم، اگر خواهرها و برادرهایی که حاضر هستن به کمک از اینا ما انشالله کمک کنه میرسانیم بر از اینا. از کسایی که میخواین که واقعا اینا در آرزوهای خود برسن یعنی استاد شوند که از اینا ما آماده هستیم که به شما پل شویم بین شما و بین از اینا و ما امیدوار هستیم که یکی از برادر رو پیدا شود تا اینا را هم کمک بکنه فامیلی یتیم.
میگن که سخت است همه چیز برسه. نام خدا به جوانشان دیگه بسیار با استعداد است. استعدادش مرا خوشم آمد که چند سپاره حفظم داره و در پولیش مکتب هم بچه لایق هم هست. دیگه الله کمکتان بکنه. زنده باشی خیلی بینید. از ما هم اینقدر که می اولادم بخیر بدن. خود یک چیز شوان. بخیر همی کتش کمک کنن از برادر و خوهر خود می خواهم. تمنی و بخیر همی حفظ قرآن شریف ها که این سرک ما قبول داره. ای بچه گر که من زمی اول کمی گفتم ایره که من قاری شم و مادری شم من دخترکان که برسن به می آرزوی خود برسن امو که ها بر ما کمک کنن از امو بس دیگه برشان دوگوی هستی کن. شما از زانه دید این فامیل این وضعیت زندگیشان این وضعیت اتاقشان و این گپای جوانایی بود که خود از اینا هر کدام از خود نظریات خود دادن و گفتن و آرزوهای خود گفتن. یعنی بهترین چیز است که الله میگه بهترین کس او است که از خود با دیگرها یک چیز بته و بکنه. و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه کسی که کفالت یتیم رو میگه به گردن میگیره در روز قیامت دو انگشت مبارک خدا اعطو میکنه، یعنی که کتیم پولو در پولو میباشه. امیدوار هستم کسایی که آرزو داشتن یعنی تا به هم روز منتظر بودن که امیت یک حرکت به وجود بیایه که بتانن امو خواسته های خدا کنه امو حدیث مطابق مو حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است که کتیم امتو میباشن که بخواهن که رسول الله صلی الله علیه و آله واقعا نزدیک باشن و روز قیامت الله نورا از همه گناه ها و خطاهاش بگذاره و بهشت بدین نصیبش بکنه. ما امروز زمین سازی کردیم براتان، دیگه ای که شما میخواین یا نمیخواین این کار خودتان. ما زمین سازی کردیم انشاءالله که امیدوار هستیم شما هم دست از این یتیما را بگیرید. ما در خدمت شما هستیم دوست عزیز. فقط میخوایم بگویم نیفهم واقعا که قلب ما خیلی خفست، خیلی خفست دارم. فقط هم اقا میگم برادر که کمک اول برنامه را بگردن خود گرفته بود از او جهان سپاس میکنیم آقای تنها و ما کمک برادر تنها را رساندیم به فامیل اسیب الله جان و به می فامیل انشالله شما در تصویر هم میبینین. دیگه همون کمک ناچیز بود، هرچی که بود دیگه برادر همه قدرکت خداوند با عزت داشته باشد. برادر عزیزم تنها کمکتان به می فامیل دستید. فقط بر دوام از این هر برادر که خواستک ما حاضر آماده استیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئك على هدى من ربهم و اولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين. صدق الله العظيم العظيم. دیگه شما رو با الله یکتا مسپاریم تا برنامه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلالي والكرامي يا إلهي.